20 خرداد ماه 1401 خورشیدی و 10 ژوئن 2022 میلادی. بر طبق اعلامی که کرده بودیم امشب برنامه صفحه آخر اختصاص دارد به مقصد پول‌های به اصطلاح گم شده آستان قدس رضوی با آقای عباس پالیزدار که امشب هم در خدمتشون هستیم. پرده آخر هم البته خواهیم داشت آخر برنامه. خب ببینین، هدف از این برنامه‌هایی که با آقای پالیزدار داریم افشای چگونگی فساد ساختاری جمهوری اسلامی است، چگونگیش در واقع، وگرنه فساد ساختاری رو که همه میدونن و همه بهش اعتراف، همه میگم خب در داخل کشورم خیلی از پیرامونیان حکومت و حتی داخل حکومت هم بهش اعتراف میکنن. حالا عرض کردم که هدف ما افشای چگونگی این فساد ساختاری جمهوری اسلامی است. منظورم این است که حق دارد اگر کسی سوال کند که حالا با این افشاگری های این برنامه یا و هر دلیل دیگه بعضی افرادی رو که در این فساد رانتی دخیلند بنازن زندان، آیا چیزی از این مجموعه فساد کم میشه، کم میکنه، یا اصلا به این دلیل این بازداشت ها انجام میشه و دادگاه های ویژه اقتصادی برگزار میشه که مفسدان اصلی پاسخگو نباشن، وگرنه همین دست هشتمایی هم که میندازن زندان انقدر امکانات بهشون میدن، چون تنها نیستن که، انقدر امکانات دارن از داخل زندان کاراشون انجام میدن و ادامه میدن. سعید خطیبی پور قبلا هم گفتیم کسی است که امیر شیخ الاسلام رو که داستان هتل ویستریاش رو قبلا گفتیم با هادی رضوی دوماد محمد شریعت مداری وردست ری شهری و وزیر سمت روحانی آشنا میکنه، همین یارو آخون قلابیه، و هادی رضوی هم او رو وارد توسعه ایرانیان بانک دی بنیاد شهید میکنه. خب چون رانت اول مال هادی رضویه دیگه، دوماد اون بابا و فلانه، ولی نتیجه میشه چی؟ یعنی یه آخوند سپاهی کلاهبردار که با جعل عنوان روابط که ایجاد میکنه کلی پول بالا میکشه. بعد دیدینش دیگه در برنامه دو سه هفته پیش که سر میز عرق با هادی سرمیز ودکا ببخشید، همین سعید خطیبی پور با هادی رضوی دوماد محمد شریعت مداری نشسته بودن در باره ملک بازی هاشون و لابی هاشون بحث میکردن. این سعید خطیبی پور رو گرفتن افتاده زندان با 124 پرونده شکایت به نیت 124 هزار پیغمبر، از جعل اسناد گرفته تا جعل هویت و سوء استفاده از بیت المال و غیره و غیره. این آدم همین دو هفته پیش تو زندان زنگ زده به یکی از شاکیاش از زندان، مالای منو تحویل بده، تحویل ندی ببین میپیچم بهت، از سردار و مردان اینام که میدونی نمیترسم. ببین من ریجه اقتصادی هم اصلا برام مهمی، خودم هم پاسدارم، این چیزا نترسون منو، تکلیف معلوم کن. من مسئله تو نبودم که تو فکر میکنی، تو فکر میکنی من علکی از تو امضا گرفتم؟ تو فکر میکنی من جایی میدم امضا میدم علکی میدم؟ من آدم دوزاری نیستم که تو فکر کنی بره اونجا بگی بچت به کارمند من بگی اربابت تو سوراخه. ببین یه کاری میکنم سوراخ موش بخری از دست من فرار کنی. تو اما پاسدار میترسونی؟ من پاسدارم خودم، بنده خدا جونم هم برای آقا میدم. نری این برای برداشتی گولت بزنن بگم فلان، از پس من بر نمیای. ببین من دو بانک ها از پس من بر نمیدن، تو میخوای بر بیای؟ ببین الان هم زندان هم میام این دو هفته ایست تو هم بر بذارم اونها هم میذارم میام بیرون. ببین بی خودی به این حقیق این اون گوش نکن، اینا تو زندان معامله های کلون میکنن، آخرش هم به قول همین خطیبی زاده حاج سعید 700 تومن میلیون تومن میذارن میان بیرون و ادامه خدمت در فضای باز. بگذاریم. یه بار بهزاد نبوی از سران اصلاح طلب قدیمی جمهوری اسلامی گفت در کشور ما 4 نهاد هست که 60% ثروت ملی را در اختیار دارن.
ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان. هیچ یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند. یعنی چهار نهادی که از جمله نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامیان و فقط به او گزارش میدن. آستان قدس که موضوع بحث امشب بمونه، افزون بر بیش از 50 هلدینگ صنعتی و پزشکی و ساختمانی و کشاورزی، یه سری مؤسسه مالی داره در ایران و بعضی کشورهای دیگه از جمله امارات. روابط خارجی داره واسه خودش، نماینده از کشورهای دیگه میان پیش متولیش مذاکره میکنن. این دولت آستان قدسه. با این همه امکانات و درآمد و ثروت و بروبیه، یک قرونم به دولت مرکزی نمیده و از مالیات معافه. هم خمینی معافش کرد، هم خامنه‌ای. فقط طبق قانون اوقاف باید 14% از درآمد سالانه‌شو بده به ولی فقیه. پول خوری های سیرمونی نداره این جماعت واقعا. با ماجرای خیلی مختصر میخوام مقدمه بگم، بعد بریم خدمت آقای پالیزاد. قضیه چیه که بعدا خیلی درکش راحت تر بشه، ساده تر بشه. در واقع این پول خوری ها از پایین تا بالا و از بالا تا پایین با ماجرای مهدی عزیزیان، شوهر خواهر عباس واعظ طبسی، تولیت در گذشته آستان قدس، یک گوشش رو شد دهه 90. مهدی عزیزیان پسر یه بنا معماری است که خونه عباس واعظ قبل از انقلاب تو مشهد ساخته بود. پسر حاج عزیزیان معمار که میشه مهدی عزیزیان، دختر عباس واعظ رو به همسری میگیره. دخترش رو به همسری میگیره چون بعدن ناصر و مصطفی و غیره و غیره بچه های گلپسرهای واعظ طبسی به این آقای عزیزیان میگن حجدای. خب این خونه ای که بابای عزیزیان، حاج عزیزیان، قبل از انقلاب تو مشهد ساخته بود برای واعظ طبسی و برای خانواده محترمش، نگاهی بندازین تا با امروزش مقایسه کنین. این نقشه رو ببینین. منزل شخصی عباس واعظ طبسی اون قسمت آبی، داخل کادر آبیه که پدرزنش معماریشو کرد قبل از که حاج این اسم رو قاطی نکنیم، من فقط به اسم خودشون میگم که بابای مهدی عزیزیان معماریش کرد. چقدر بوده، کجا بوده، الان به اسم آستان قدس چقدر وسعت پیدا کرده. جایی که میگن میشینه کوچه ناظر که بنبست بود تو خیابون هاشمی نژاد مشهد، میبینین رو نقشه دیگه، یه خونه 250 متری بود اون کادر آبی. تا سال 77 تا 2000 متر مربع خونه های اطراف رو میگیره، به محدوده تملک تولیت آستان اضافه میکنه، میشه خونه خودش برای آپارتمان و استراتگاه محافظان شخصی و گارد حفاظت تولیت آستان قدس، یعنی خودش و کتابخونه‌ش و حسینیه‌ش و اینا. بعد همینجوری اضافه میکنه مناطق اطراف ادامه پیدا میکنه، اون منطقه زرد رنگ و نمیدونم نارنجی رنگ بهش اضافه میشه تا سال 87 1600 متر مربع. بعد پارکینگ اضافه میشه یه سال بعد سال 88 2200 متر مربع. یعنی انقلاب 57 از خونه 250 متری تا حدود 8000 متر مربعی برای آقای واعظ طبسی و خانواده محترم فقط از نظر مسکونی خیر داشته. اینجوری واعظ طبسی از همون اول که این نوندونی عظیم و صاحب میشه، از همون فردای انقلاب 57 یعنی میشه متولی آستان قدس، برادر زنشو میاره تو کار، مهدی عزیزیان، میذارتش به عنوان معاون اداری آستان قدس. همون سال 61 مهدی عزیزیان 28 سالشه. همینجوری پله پله بالا میاد میشه معاون اماکن متبرکه و تشریفات آستان قدس. حالا این عکس آخری هم که دیدین قاطی پاتی شده بود، این عکس آخری که دیدین ناصر واعظ طبسی بود، اون اولی، بله اولی مهدی عزیزیان بود.
ده سال بعد یعنی سال 79 می شود مهدی عزیزیان می شود مجری طرح ساخت، تعویض و نصب ذریح جدید حرم امام رضا. همینجوری میره بالا تا میشه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی و رئیس هیئت مدیره شرکت های مسکن و عمران قدس رضوی، مسکن و عمران بین الملل، مهندسان مشاور قدس، قند خراسان رضوی و غیره و غیره. با درآمد از اینجا چیکار میکنن این خانواده؟ گونده هاشو من میذارم یه بخشش رو لااقل آقای پالیزدار که واردترن بفرمایند. یک نمونه خیلی خیلی کوچک از پل خوردار رو من خدمتتون عرض کنم. 1.5 میلیارد تومان سال 91 که نمیدونم الان چقدر باید باشه. مصطفی واعظ طبسی همینجوری جیرینگی میده به سحر ریحانی که فیلم بسازه از آستان قدس که نمیدونم رفته پول داده دماغش رو عمل کرده یا اینکه رفته اون فیلمی که فقط چند تا کارپوستال رو گذاشته کنار هم درست بکنه. سحر خانوم تعریف کرد که تو کره شمالی یا جنوبی نمیدونم با مصطفی واعظ طبسی آشنا شده بوده. خیلی جالبه. گفتم حاج آقا، حرفای مصاحبه خودشه ها، با میگم با کجا دقیقا، گفتم حاج آقا من خیلی دوست دارم در ایران دفتر تولید داشته باشم، تو کره بهش میگه که از نظر بودجه و حمایت ها در سطح عالی باشه و حرف اولو بزنه. حاج آقا پیشنهاد داد به رغم اینکه حرفه ای نیستم در آستان قدس شروع به کار کنم. حاج آقا مصطفی واعظ طبسی. کم کم فعالیت های ما شروع شد، ایشان خوششان آمد و یه دفعه وارد مرکزیت آستان شدم. زلال بی انتها اسم فیلمیست که ساخته، مطمئن نمیش کدوم نهیدین اصلا. سحر خانوم می فرماین دفتر من را تجهیز کردن، در حدی تجهیز کردن که حتی برای صدا برداری مجبور نباشم جای دیگه برم. طبقه پایین دفتر رو برام صداگذاری دالبی گذاشتن، چیزی که در ایران فقط یک نفر داره. یعنی بعد از عروج فیلم دفتر منه که حدود 400 متر سیستم دالبی داره. یه پسر دیگه با استابسی ناصر، لقمش خیلی این چیزا گنده تره، یهو یه مؤسسه بانک ملی رو میخوره. بانک ملی یک شرکتی میزنه به اسم المکاسب سال 63 که حدود نصف سهمش مال ناصر واعظ طبسیه. از کجا آورده؟ این خانواده سالی 700 میلیون دلار گفته میشود که درآمد دارن. مدیر عامل المکاسب همین ناصر واعظ طبسی است. 10-12 سال بعد از سال 60 میاد بانک ملی اعلام میکنه المکاسب و چند تا شرکت سوداور دیگه واگذار شد به مؤسسه همیاری کوثر. همیاری کوثر مالکه مال آستان قدس، مدیرش باز همین ناصر واعظ طبسی. و تو اسناد و مدارک نوشته بودن 100 میلیارد، خیلی سر صدا کردن دادگاه المکاسب، نوشته بودن 100 میلیارد تومان ناصر واعظ طبسی باید بده بانک ملی بابت این واگذاری، از خودش به خود این جیب برداره بذاره به این جیبش، تا این حق بازی ناصر واعظ طبسی رو میشه. خلاصه ناصر واعظ طبسی متهم بود که 100 میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. دادگاه تشکیل شد، قاضی عوض شد، ناصر واعظ طبسی با یک وثیقه 5 میلیارد تومانی آزاد شد. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد که بشه سیتیزن آمریکا. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت بیماری قاضی، جلسه دادگاه تشکیل و ناصر واعظ طبسی از کلیه اتهامات تبرئه شد. من فقط روایت میکنم، هیچ تعجبی نداره. بعد از مردن عباس واعظ طبسی در اسفند 94 متولی آستان قدس شد ابراهیم رئیسی. رئیسی که شد رئیس جمهور، متولی امام رضا شد احمد مروی که از سال 68 تا قبل از انتصاب به تولیت آستان قدس معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. تو سرنوشت مردم این جا به جایش نقشی ندارن جز فقیرتر شدن مردم. فقط
کوتاه بگم و بگذاریم، شهر مشهد 3 میلیون نفر جمعیت داره طبق آمار رسمی، 1,100,000 نفرشون حاشیه نشینن، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر نه نون شب داره، نه سرپناه داره، نه بهداشت داره، نه آموزش داره، نه درمان داره. بیش از 1 میلیون نفر در مشهد امام رضا. و چرا آمار فحشا در مشهد اینقدر بالاست؟ این نوندونی فقر و فحشاساز آستان قدس، تنها پولی که ازش رسما خارج میشه سالانه 14% از درآمدشه که فقط خودش و رئیسش خامنه ای میدونه، میفسه بلا بلا ولی فقیه. کسی هم بخواد کوچکترین اعتراضی بکنه با دار و دسته لات و لومپن علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان روبرو میشه. آقای عباس پالیزدار سال 85 در جریان افشاگری درباره تخلفات قوه قضاییه، ضمن اسم آوردن از بیش از 40 مسئول روحانی جمهوری اسلامی و موارد تخلف کلانشون، به عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس هم اشاره ای کردند. مثلا معدن زغال سنگ طبس 12 تا وجود در معادن توی استان خراسان توسط واعظ طبسی. نمیدونم المکاسب، پرونده المکاسب و آقای پسر اون واعظ طبسی. یعنی یکی از مشکلات که مردم ایران و سرزمین ایران با تولیت آستان قدس رضوی داره، معدنخواری این نهاد عظیم و قدرتمنده. این معدنخواری به چه شکل اتفاق میفته؟ یکیش مصادره و ضبط معدن و اموال معدن، یکیش انتقال پول وقف امام رضا و حرم امام رضا به واسطه ها و کارشاخونه برای خرید معادن، که البته مردم هیچ کس نباید بدونه، فقط آستان قدس میدونه و آقا امام خامنه‌ای. یکیش هم به اسم خرید معدن، به اسم خرید معدن پولای وقف و جابجا میکنن، هم در داخل کشور هم میپسن کشورهای دیگه. یه شیوه پولشویی وارد کار میکنن که حالا صحبت میکنیم. این شیوه است، این شیوه بیشتر سوم، یعنی برداشتن پول به اسم خرید معدن و خرج کردنش و اشکال دیگه که موضوع بحث امشب ماست. با آقای عباس پالیزدار در خدمت آقای پالیزدار هستیم. آقای پالیزدار خوش آمدید، ممنونم که بزرگوارانه دعوت امشب ما رو هم پذیرفتید، ممنونم ازتون. از همین انتقال پولای آستان قدس که بعدن گفتن گم شده و فلانی بهش فرار کرده، و از اینجا شروع کنین که به اسم خرید معدن عرض کردم وارد سیستم پولشویی شد در واقع. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و مخاطبان برنامه خوب شما. عرض شد خدمتون که من یه صدایی دارم که یه بکی بزنم به این تاریخچه‌ای که از داری فرمودید. توی سالهای ابتدایی انقلاب تا 74 یا 76 یه قائم مقامی داشت این مجموعه آستان قدس رضوی به نام آقای کریمی قدوسی، که با این آقای سردار کریم قدوسی الان نماینده مجلس نسبت دارن، نخبیشون اگشت بود. عرصبت که ایشون آدم سالمی بود، عرصبت خدمتون که توی سالها سعی میکرد که جلوی فسادها رو بگیره، و همین آقا مهدی عزیزیان که در کنار آقای طبسی بود تلاش میکرد از همون ابتدا کارهایی بکنه، این تا اونجا که میتونست تلاش میکرد که جلوشو بگیره. و تو سالهای 74-76 دیگه بچه های آقای واعظ غالب میشن به آقای واعظ و میگن که آقا دایی دیگه با تو صحبتهایی که میکنه آقای کریم قدوسی صلاحیت موندن نداره. میگه چرا؟ میگه آقا تو زنده ما درصدی از آستان قدس اصلا مال ماست، طبق قانون زمان شاه که برای تولیت نمیشه شده بوده همون قانون حفظ کردن و میگن اون اصلا مالکیتش مال تولیته، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، لذا تا این آقای کریم قدوسی هست نمیگذارد ما اینا رو استفاده کنیم، اجازه بده که اینشون بره. بالاخره دایی این همه سابقه داره، دایی رو بذار قائم مقام سازمان، دایی رو بذار قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، بر تقدیر دیگه تو خونه اونا غالب میشن و این اتفاق میفته. و روز تودیه معارفه هم متاسفانه
با یه رفتار بسیار بد بچه های آقای بایستبسی اگه اشاره کنن مصطفیشون کوچیکتره میاد یه لغت میزنه به بلانجای آقای کریم قدوسی که آقا برو گم شو گروتو گم کن اینجا بیرون دیگه همین طرفا نبینیمت. اون بنده خدا رو دلسوزی که داشته این تاکید ممکد کرده بود که هر دفعه هم میدیده آقای واعظ میواد سری بهش بزنه گفت آقا مواظب باش اینا آبروتو میبرند آبروتو دخالت نکن دیگه شما. و این اتفاقاتی که الان میخوایم بگیم رقم میخوره. شما از عباس واعظ توسی میفرمایین، یعنی آقای قدوسی که اخراج میشه میاد بعدن دلسوزانه به عباس واعظ توسی میگه که آقا پیش عباس که تولیت بود که سال 94 اسفند 94 مرد بله عرض شد که توی سال 83 ابتدایی من این فسادی که در اون سال الان اشاره فرمودی در مکاسب رو اتفاق افتاد. عرض شد حضورتون که حدود چند صد میلیون دلار اینجوری بهتره بگیم چند صد میلیون دلار پولها به اصطلاح خارج شد و برای این انجام پولشویی که اشاره کردید یک فردی وارد میدون میشه که کنار دست این آقایون قرار میگیره که این آقا قبلا یه زندانبان بوده تو بشد کنار دست پسرای عباس بایز که ناصر بیشتر با ناصر کار میکرد. بله عرض شد حضورتون که این آقای فردیست به نام آقای تاجی هراتی، یه جایی به نام هراتی تاجی، یه جایی به نام تاجی هراتی، چون اینا شناسنامه های متفاوتی دارن برای اینکه در جای مختلف که بخوان خطایی بکنن فسادی بکنن با هر دفعه با یه اسمی وارد میدون میشه. عرض شد حضورتون که این آقا این پولا رو میگیره و میبره که به اصطلاح باش در خارج از کشور کاری بکنه که از منافع اون به آقا ناصر خدمتی کرده باشه. مدتی میگذره آقا ناصر میگه این پولا چی شد چیکار کردی کجا بردی برگردون داشته باش. خلاصه معلوم میشه این آقا رفته و از پولم خبری نیست. یه فردی رو به نام فضل الله خلیلی که مدیر حقوقی آسان قدس بوده، این آقا فضل الله مثلا از آدمایی بوده که اون زمان آقای کریم قدوسی منصوبش کرده بود و مثل خودش نسبتا سالم بوده. این آقا میره دنبال قضیه رو میگیره و خلاصه رد این پولا رو میزنن، متوجه میشن که این پول اومده در عرصبت خدمتون که لندن و با فردی به نام آقای لطیف یه بانک خصوصی زدن. این آقای دکتر لطیف به اصطلاح با آقای تاجی هراتی شریکن و اون بانک رو داره کردن. این پولا هم همه اومده تو اون بانک خصوصیشون و پیدا میکنه رد و بزنه. اونا زنگ میزنن به ناصر آقا ما این آقا رو اوت کن، ما این پول رو سهممون رو برمیداریم بقیه رو میدیم. با این کلک آقا اوت میشه طوری که میگن آقا بس دیده شما بازنشست شدی آقای فضل‌الله خلیلی، دیگه بیشتر از این وانست خدا حافظ شما. آقا رو بازنشست میکنن، بعد از این مدت دوباره رکب میزنن و این پول رو هم به آقا ناصر یه اندکی میدن و دیگه خلاصه پول مالیده میشه. آقا ناصر هم خیلی ازشون شاکی و شکار ازش که به اصطلاح یه جایی تلافی کنه و که مدتی میگذره و میبینن که هیچ راه دیگه با کسی کار کردن ندارن، باز دوباره میخوان دست به دامن آقای تاجی هراتی بشن. این آقای تاجی هراتی با این پولا الان در چه وضعیتیه؟ در دنیا در هر جا میره ده ها شاید صد تا نیروهای چشنی دنبالش به عنوان محافظ میرن. وای با پول کی؟ با پول همین امام رضا. بابا تو رو خدا امام رضا رو دیگه لاغر ولش می‌کردین، این همه پول این مملکت خوردین، پول امام رضا هم که این هم مردم میره علنگوش و بدبخت بیچاره مزره در میاره میندازه تو حرم امام رضا به عشق این که به صلات امام رضا بهش محبتی بکنه. خب آقا امام رضا که حالا محبتشو میکنه، ولی این پولا چی میشه؟ قرار توسعه پیدا کنه خدمات امام رضا به مردم بدبخت، نه اینکه خدمات امام رضا به این آقایون توسعه پیدا بکنه. که این الان در حال حاضر این پولای مردم باعث این شده که امام رضا از توسعه امام رضا برید جیب آقایون پر پول بشه، بانک خصوصی تو لندن بزنن. الان تو شانزلیزه آقای تاجی هراتی یه خونه 5 میلیون دلاری داره. این اتفاقات داره رقم میخوره با پول امام رضا که مردم بدبخت میریزن و این آدمایی که وقف کردن میلیون ها پول
زمین خودشون رو، املاک خودشون رو به امام رضا، این پول این املاک و این پول ها و همه اینا تبدیل شده به پولی که دو قلمبه دست آقای تاجی عراتی داده شده، آقای تاجی عراتی رفته اونجا بانک خصوصی زده و این اتفاقات. و خلاصه با این که این کلک رو به عناصر میزنه و اون پول بر نمیگرده، مجددا تو سال 91 با آقای عزیزیان میگه که به اصطلاح بچه‌ها بیان یه دوباره مجددا تاجراتی رو متو این دفعه ببندیمش، یه کاری بکنیم که نتونه ما بخوره، مثلا شرایطش سخت بود. و اولا که اون طرف هم هر چی میرفتیم جلوتر شرایط یه مقداری سخت‌تر میشده براشون، شرایط رسانه‌ای، شرایط خبرنگاری سخت‌تر میشه، میخواستن شکل کار درست رو، یه مصوبه صادر میکنن توی دقیقاً در تاریخ 20/9/91 در خصوص خروج این پول‌ها و تبدیلش به فرایندهای مالی و امثال هم. و این دفعه آقا ناصر میگه که آقا من دیگه آقای عزیزیان دایی جان من با این آقا کار نمی کنم، این آقا نامرده، من اصلا باش کارم دوست ندارم دیگه قیافه‌شو ببینم. خلاصه اینجا دیگه اخوی رو میندازن جلو، این دفعه اخوی میاد برای اینکه با دایی هماهنگ بشن و این آقا رو باش کار اقتصادی شروع کنن. در تاریخ 28/10/91 عرصبت حضورتون که از اون طرف یک فردی به نام دکتر سعید عبدالحسینی تا که تا اون موقع عرصبت که مدیر عامل بیمارستان، مدیریت بیمارستان رضوی که ما را آستان قدس رضوی است، ایشون در اون تاریخ با هماهنگی که صورت میدن میگن آقا بنده میرم رئیس سازمانه، آقای عزیزیان میگه من میرم رئیس سازمان اقتصادی آستان قدس میشم، تو آقای دکتر بیا اینجا، پزشکی بوده، تو بیا اینجا بشو قائم مقام سازمان که تیم تک نفره جلو نره، تیمی بریم جلو و منافع تو رو میبینیم. سعید عبدالعزیزی فرمودین؟ عبدالحسینی. عبدالحسینی دکتر عکسش شما داشته باشیم، عبدالحسید عبدالحسینی. آیه پالیزدار ببخشید، به عنوان مدیر بیمارستان رضوی عکسش داشته باشین یا به عنوان قائم مقام هست باز عکسش نشه شما. آیه پالیزدار بزنین قبل از اینکه بله این عکسش دیگه بزنین قبل از اینکه وارد این مرحله دوم معامله با تاجی عراتی بشیم، من یکی دو تا سوال بکنم که یه مقدار قضیه شاید بازتر بشه. یکی اینکه اولا پول اول ناصر بایز تبسی این پول رو میده دست تاجی حراتی که یه آدمیه من نمیدونم میگین چه سطح چه اصالتا افغانیه، اصالتا افغانیه، احتمالا اون آقای دکتر لطیف هم که در لندن با همدیگه با تاجی حراتی بانک خصوصی زدن باید افغانستانی باشه و ولی خب اینا سابقش اشاره کردین که نمیم زندانبان بوده، تاجی حراتی چی کاره بوده در ایران؟ زندانبان تو مشهد زندانبان بوده، کاره ای نبوده، هیچ پستی نداشت، یعنی شناسنامه ایرانی گرفته بوده و زندان. بله 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 اصالتش افغانیه. بله, بله. بعد چقدر پول ناصر واعظ تبسی ور میداره به فرمایش شما، پول امام رضا رو ور میداره میده به تاجی حراتی برای اینکه به اصطلاح کار کنه دیگه با این پول برای بله. این خانواده چقدر بوده مبلغش که بعدن مرحله دوم دوباره، یعنی من اینو نفهمیدم که چرا دوباره اگه پولشون خورده اولا چرا دوباره میرن سراغش مرحله‌ای که شما میخواین صحبت بکنین الان، یک دو اینکه اصلا اون پول چقدر بود؟ پول اولیه میگن نوشته شده چند صد میلیون دلار، حالا دقیقاً چند صدش عددش چقدره دقیقاً من نمیدونم، ولی چند صد میلیون دلار چون عدد از دستشون در رفته دهه 80 فضل به اصطلاح همین آقای فضل الله خلیلی که حقوقی اون تو گزارش شابرده انقدر عدد بزرگ بوده دیگه نتونسته میشه چند صد میلیون دلار از این پولا به اصطلاح در اختیار آقا که رفته دهه 80 بود، دهه 80 خوب بر 83 سال 83 خب دیگه مثلا 10 میلیون دلار سال 83 امروز خب میزنه سر به میلیارد، صدها میلیون دلار. خب بعد چرا دوباره اینا در چه سالی دوباره میرن سراغش، میگن خب بیایم بریم باش کار کنیم که این بار مصطفی باز تبسی میره با تاجر رو در سال 91 با به اصطلاح گذروندن اون مصوبه که عرض کردم در تاریخ 29/91 صورت میگیره که این به عملیات اجازه داده میشه دوباره پول خارج بشه،
اولین پور در تاریخ 28/10/91 به اصطلاح از شکل کار رو هم درست میکنن، میگن که آقا ما صرافی داریم به نام صرافی الیت که قبلا تو دورهای صحبت‌های قبلیم گفته بودم تو میدون مادر میرداماد تهران عرصه‌بد حضورتون که اون آقای زرین قلم عرصه‌بد حضورتون که این عملیات صرافی رو براشون انجام میده، این پول رو در واقع برای اینا خارج میکنه و اولین عدد 60 میلیون دلار هستش و رقم دوم دوباره 232 میلیون درهم هستش. اصلا همین از این عددهای اینچنینی به اصطلاح پرداخت میشه و به اصطلاح خارج میشه از کشور توسط با در واقع هماهنگی این آقای صراف زرین قلم و آقای تاجی هراتی میگیره و میبره برای انجام معاملات خودش، میبره اونور. عرض شد خدمتون که خب من یه نکته رو اینجا لازمه بگم که آقای دکتر عبدالحسینی تا زمانی خیلی با اینا هماهنگ بوده که تعریف منافع براش شده بوده ولی منافعی آنچنانی بهش نمیده، دعواشون میشه. آقا مصطفی دختر آقای عبدالحسینی رو هم گرفته بوده، همسر ایشون دختر آقای دکتر عبدالحسینی بوده و بعد از اینکه این اختلافات میخوره دختر ایشون هم طلاق میده. عرض حضورتون که یعنی اینا در واقع ازدواجاشون هم تو تعریف منافع است توش پوله. بله عرض شد خدمتون که توی سال 93 در زمانی که آقای 94 زمانی که آقای رئیسی میاد در مسند تولیت آستان میشینه با اخبار و گزارش هایی که حالا ما خودمون تو اون مقطع چون با ایشون هماهنگی کاری داشتیم در مقطع تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اسناد مدارکی که در اون مقطع داده بودیم و بالاخره ایشون آگاهی ذهنی داشت بعد ضمن ما اول قوه قضاییه بود اسناد مدارک قضایی و در بچهای سازمان باسی کلی کشور ایشون رئیس سازمان بود، این اسناد مدارک در اختیارش قرار گرفته بود، به محض ورودش در اونجا میره سراغ باعث توسی اینا میشه سراغ ناصر، میره سراغ ناصر رو عرض خدمتتون که و توی اون پیگیری هاش بلافاصله دستور بازداشت تاجی هراتی صادر میشه و دکتر عبدالحسینی صادر میشه و اونها. عرض شد خدمتون که پیگیری های به اصطلاح موضوعی این ماجرای بگیر ببند ها جدی داشت میشد که فردی به نام آقای ملکزاده وارد میدون میشه، آقای عزیزیان رو از زندان، عزیزیان هم بازداشت شده بوده، از زندان خارج میکنه و اینا همگی سری ممنوع خروجیشون هم بر میداره و اینا همگی فراری میشن خارج از کشور رو و هرچی آقای رئیسی دنبال میکنه دیگه ردها گم شده بوده دیگه، این آدم هایی که این ردها دستشون بوده که عبه رفته بودن، اون آقای عرصبت که الیت هم که مثلا گفتم صرافی الیت آقای عرصبت خدمتون که زرین قلم اون هم که میاد سیستم امنیتی میاد جلو و اون زمانی که میفهمن وزارت اطلاعات میخواد بریزه و رد و پیدا بکنه با پیگیری های شاه رئیسی و از طریق وزارت به اونبال کرده بوده، یه سیستم امنیتی دیگری وارد عمل میشه اونا رو جمع و جور میکنه، تمام کیس رو میشه جمع میکنه میبره وقتی وزارت اطلاعات مثلا یکی دو ساعت بعدش میرسه میبینه که هیچ چی نیست، جا تره و بچه نیست، عرشبت که صرافی ساختمونش هست ولی هیچ کدوم از در واقع کیس های کامپیوتر وجود نداره که بخوان ردیابی کنن و به سر پیدا کنن این پولا رو. اون آقایون هم که فرار کردن رفتن عرصبت حضورت و هیچ چیزی دستشون رو نمیگیره و الان من میخوام تو این برنامه در واقع پرده برداری کنم از همون پولهایی که برده شد و هیچ کس نفهمید کجا رفته، اون پولها کماکان دست همین آقای طریق آقای مهدی عزیزیان داده شد دوباره به آقای تاجی هراتی و تاجی هراتی اونجا یه بخشیش رو به خود عزیزیان داد که اونجا زندگیشو بگذرونه و اون پولها مثلا برای انجام عملیاتای پولشویی تو خارج از کشور انقدر برده بودن دیگه داشتن ردشون تو خارج از کشور زده میشد که از طریق سیستمای امنیتی و پلیسی
لندن و فرانسه و این ور اون ور در واقع مشکلات برای خودشون درست میکنن، پول میخوان بفرستن ایران. یه فردی رو نیاز دارن، اون فرد کیه؟ آقای علی محمدپور، که قبلا به صدایشون اشاره کرده بودم که من در برنامه بعدی هم از فسادهایشون، بله، که معدن ربات و این داستان همینجا نگه دارین، میاد تو معدن ربات. بله. ببخشید همینجا نگه دارین. من یک اشاره بکنم به آقای محمد شریف ملکزاده که باعث میشه که آزاد بشه، مهدی عزیزیان، برادرزن عباس باعث، دایی مصطفی و ناصر باعث طبسی، مهدی عزیزیان که قائم مقام آستان قدس بود و فرار میکنه، از زندان آزادش میکنه، یعنی با وساطت محمد شریف ملکزاده، در واقع با کفالت محمد شریف ملکزاده از زندان مهدی عزیزیان آزاد میشه، مهدی عزیزیان از کشور خارج میشه با پولهایی که دزدیده بود و بخششو که الان آقای پالیزدار اشاره فرمودن، و ولی همچنان دایی ناصر و مصطفی باز توسی مونده ها، نه اینکه این داییشون مونده. و بعد آقای محمد شریف ملکزاده خارج نرفته در ایران ها، محمد شریف ملکزاده که از مشاور هاشمی شاهرودی بود، بعد مشاور احمدی نژاد بود، رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و معاون وزارت خارجه، مشاور وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود، معاون اکبر صالحی و بعد علی اکبر صالحی، و بعد الان این آدم رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات علوم انسانی اسلامی و همچنین ریاست کارگروه گردشگری فلان فلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را، چشمنداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد این آقای ملک زاده. خب من دیگه چیزی الان نمیگم. آقای پالیزدار حدود 20 دقیقه فرصت داریم، بگوشیم. خواهش. بله خیلی فرصت دارم کم. عرصبت خدمت آقای علی محمد پور کی بود؟ هم اشاره کردم از حراست مخابرات اصفهان بود، هیچ پستی نداشت، هیچ کسی نبود، تو سال 90 و 91 تو زندان بود به واسطه فسادهایی که در زمان حراست مخابرات اصفهان کرده بود، و از همون تو زندان به اصطلاح کسایی که در واقع ضابطش بودند و کار میکردن روشون، اینا ایشون رو به عنوان در واقع دم دستی خودشون برای بیرون استفاده میکنن، میارن بیرون و نهایتا این در واقع فسادها شکل گیری میشه. حتی در بازداشت اکبر طبری ایشون 58 روز زندان میفته، باز توسط همون آدما از زندان بیرون خارج میشه، زندان میارنشون بیرون و از پرونده اصلا خارجشون میکنن. ایشون دیگه به اصطلاح از لیست در واقع آقای اکبر طبری خارج میشه. اما این پولها رو چیکار میکنه؟ ایشون پولها رو بایستی تو جاهای مختلف وارد بکنه. یا اول تو معدن، یه بخش همون بخش معدن ربات که اشاره کردید، معدن مختلف دیگه سرمایه گذاری میکنه، و برای اینکه بتونه از اون سرمایه گذاریش، باز اینا اینقدر سیرمونی ندارن که برای اینکه اون سرمایه گذاریش هم بتونه رشد بده، نیاز داره که بالاخره یه مسئولی تو معادن باش هماهنگ باشه. اینجا میاد آقای ناصر تقی‌زاده که در سبد حضورتون که تو مسئولیت های مختلف تو زیر مجموعه های معادن مختلف مشغول بوده، با از طریق وزیر سمت وقت آقای در سبد خدمتون که اسمش هم یادم رفت که کمتر از یک سال، رزم حسینی هستن. بله بله. پسر رزم حسینی رو میبینه و پسر رزم حسینی عرشبت خدمتون اونجا بالاخره هماهنگی های مالی باش انجام میده، و بعد از این که هماهنگی مالی انجام میشه، تأمین مالیش صورت میگیره، آقای ناصر تقی‌زاده اول بر به عنوان مدیر عامل گلگوهر منصوب میشه و بعد هم مدیر عامل معدن چادرملو. در مدیر عاملی معدن چادرملو عرشبت حضورتون که قراردادی رو با اینا میبندن که تو اون قرارداد منافع معدن هزار هزار میلیارد میاد در حساب این آقای محمدپور و یا شرکت عصر پویا که مال آقای محمدپوره. عرشبت خدمتون که اونجا توی اون قرارداد قد شد. خب من خدمتتون عرض کنم تا دوباره آقای ببینین، تا
قبل از اینکه بیان آقای پالیزر، من باید بگم اینو که برای حفظ خودشون در واقع حضور نداشته باشن بهتر. ببینید کسی که پشت تمام این داستان ماجرای انتقال پولهای آستان قدس به غیر از خانواده تولیت آستان قدس و بعد آگاهی دفتر خامنه ای از این ماجرا، چون فقط بس به ولی فقیه دیگه، غیر از کارهای ناصر و مصطفی واعظ توسیعی و خود تولیت و اینها، یک نفر که مدیر کل پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه بود و الان هم هست، کار چاقون تمام این داستان هست. یعنی اون حامی به اسم رضا مقدم، متاسفانه عکس ازش نیست که خدمتتون بگم، قبلا هم اشاره ای شده بود در برنامه که با آقای فریبرز کلانتری داشتیم، ایشون هم اشاره کردن به این آدم. رضا مقدم مدیر کل پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه در پرونده علی انصاری معروف ایران مال و اینا بازداشت میشه. اون موقع یک نفر به اسم عبدی طائب اطلاعات سپاه میذاره به جای رضا مقدم به عنوان مدیر کل، یعنی سرپرست در واقع اداره پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه. و بعد خیلی زود اون رضا مقدم با رشوه و حمایت همون کسایی که پشت علی انصاری هن از زندان آزاد میشه، برمیگرده سازمان اطلاعات سپاه به عنوان کارمند یه مدت چند ماه کوتاه زیر دست همون عبدی کار میکنه و بعد از مدت کمی باز دوباره همون پست رو بهش میدن. یعنی همین الان آقای رضا مقدم که همه این کسافتکاریایی که الان داره آقای پالیزر ازش صحبت میکنه کرده پشتشه، همین الان مدیر کل پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه. خب یک نفر دیگه ای که داشتن اشاره میکردن که این اتفاقا در دوره رزم حسینی میفته، رزم حسینی، من داشتم میخواستم با دقت براتون بگم که این آدم که علیرضا رزم حسینی، این وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم، دولت روحانی بود، منتها قبل از این داستان استاندار خراسان رضوی بود و همون موقع است که پسرش میره، یعنی پسرش رو میفته جلو که اسم خودش نباشه، چه میدونم، شاید هم میخواسته یه کاری دست گل پسرش بده، میفته جلو و گل پسرش شریک این پروژه میشه با علی محمد پور و این داستان ها. پروژه یعنی پول شویی، پول کلان وارد کردن و بعد خورد کردنش توی مراحل مختلف انتقال سنگ آهن به معادن، که این داستان آقای پالیزدار در برنامه قبل فرمودن که سنگ آهن گرید مثلا یک و به جای سنگ آهن گرید ده قالب میکنن و همشون هم میدونن به چادر ملوک، بزرگترین معدن سنگ آهن کنسانتره ایرانه. و آقای پالیزدار ما تلفنی رو خط داریم. آقای پالیزدار صدا بنده رو میشنوین؟ داشتم عرض میکردم، ادامه عرضم داشته باشم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله برای این آقای محمد پوری که یه بار 91 بازداشت میشه، یه بار دوباره سر تو 97 سر اختلاس پتروشیمی بازداشت میشه با اون خانم آل آقا، با یه بار دیگه با اکبر طبری بازداشت میشه. من نمیدونم سیستم امنیتی چرا واسه اجازه بدن که همچین آدم کثیفی که با نیروهای چچنی تو دنیا داره میچرخه فساد بکنه، با پول ما، با پول ایران، با پول امام رضا داره فساد انجام میده، چرا بازداشتش نمیکنن؟ الان هم اومده بود ایران دوباره برگشت. من نمیدونم چرا میذارن اینا، چجوری این فرارها چجوری صورت میگیره کسی نمیفهمه. همین به اصطلاح تو با این آقای محمد پور به اصطلاح تو 15 خرداد در واقع ساعت 12 شب از ایران رفت دبی رفت پاریس،
چجوری میاد، میگن نمیدونم از طریق فرودگاه پیام کسایی ماشون همراهی میکنن، از طریق فرودگاه پیامشون رو جابجا میکنن میبرن میارنشون، معلوم نیست چه اتفاقی داره میفته، کیان این آدمایی که دارن این اتفاقا صورت میگیرن، بیت المال داره به تاراج میبره، آیا با اینا شریکن اون سیستمایی که دارن با اینا همکاری میکنن، آیا نادانن نفهمن کیان این آدما، چرا کسی نیست؟ آقا به زاد اطلاعات داره خودشون میکشه که این سیستم گیر بیاره پیداش کنه ببینه کی داره این آقا رو همکاری میکنه، هنوز نه زورش چیزی نتونسته با اون برخورد میکنه. ارشد از این آقای مردی هم که آنوقتی آسان قسمده بنده خدا اصلا نمیدونه که چیکار باید بکنه، هرچی تلاش میکنه جایی رو پیدا کنه، رای رو پیدا بکنه، مسیر آقای رئیسی رو بره، نمیتونه بره. من از کسایی که آقای رئیسی خودش وزیر اطلاعات خواهش میکنم با آقای مردی خط و رب بدن، کمکش بکنن، نذارین اتفاق الان این آقا بخشی از پول غیر از معادن، حالا بخش معدن اشاره کردم آقای تغییرزاده داره باشون همراهی میکنه که همین اخیرا فقط 1700 میلیارد تومان پول از حساب معدن اومده، با این ترسیدهایی که ما هفته‌های گذشته کردیم استاندار از یقه آقای تغییرزاده گفت آقا چرا دیگران خرید نمیکنی، ایشون هم آزاد کرده گفت ببین آقا از این به بعد دیگه خرید سنگان از همه آزاده، چه فایده داره آقا بگیری مرضی کرده بندازین بیرون این دوستو، با چرا با این برخورد جدی تر از این نمیکنین آخه آقای بالیزدار؟ بعد از این جمعه بله جانم ببخشید، ببینین من میخوام آره من میخوام کمتر عصبانی بشید که تو این 10 دقیقه آینده بتونیم از شما مفیدتر استفاده بکنیم. من فقط یه اشاره بکنم که دیگه برنگردیم روی این موضوع ها، یعنی اینکه چرا اینا این کارا رو نمیکنن، اشاره ها رو قبلا کردیم. ببینین نمونه آقای مهدی سفرخانلو که از وزارت اطلاعات در داخل دیدار ایرانیان بانک دی بود، این آدمو ور می‌دارن همین وزارت کشور آقای رئیسی که شما دارین ازش صحبت می‌کنین می‌ذارتش فرماندار گرمسار. خب دیگه عصبانی نشین آقای پالیزدار گل، خواهش می‌کنم ادامه بدین صحبتتون. من خواهش می‌کنم، هر اشاره‌ای کردین من خواهش می‌کنم آقای رئیسی شما که دنبال این فساد بودید ندارید آدمایی که همدستن با اینا رشد بکنن، رشد اینها یعنی بالا بردن همون دزدایی که تو خودت دنبالش بودی. این آقا تو من اشتباه تو بحث چادرملک ایشون نشست، این ایشون ضمن اینکه مدیر عامل چادرملک بود از همون تو گوهر زمین هم رئیس هیئت مدیره بود، آیت الله زاده این فسادها رو بخشش رو در گوهر زمین انجام داده، بخشش رو اینور انجام میدن. مثلا این آقایی که اونجا مدیر عامل آقای اکبر پوریانی قبلا هم دربارش صحبتی شده و تو رسانه ها دربارش حرف زده، اکبر پوریانی بله اکبر پوریانی کسی که مدیر عامل این گوهر زمینی که این اتفاقات این عدد 1700 میلیاردی هم اخیراً وارد شد از حساب همون مجموعه گوهر زمین وارد شد، این آقا چیه؟ این آقا خودشو منتسب میکنه به حاج قاسم سلیمانی، عکس میگیره با اون از اون کمک میگیره، اون بیچاره هم آبروش رو برد اومد از طریق اون اومد این آقا رو مورد حمایت قرار داد، از هر کس اومد یقه اینا رو بگیره به واسطه حاج قاسم سلیمانی که با اینا ارتباط دوستی داشته از قبل جنگ و جبهه و اینا، اومد ازش تو استفاده کرد، این آدما رو شناساییشون کنه، این آدماش به صورت شناخته شدن اینا رو بگیرید دقیقشون رو باشون محاکمهشون بکنید، نذارید اینها آزادانه هر این همه فسادی که شده و دارن میکنن ادامه بدن، دقیقشون رو بگیرید با اینا برخورد بکنید. من خواهش میکنم تو توسعه دیدار که اشاره فرمودید فراوون اینا فساد داره، آقای محمد پور پدر خیلی کسا رو در آورده، اون ملک گلدری که ما اشاره میکردیم الان به توسط همین آدم و همین تیم بود، مهدی شیخ الاسلام همین الان صدا و سیما خودمونم اسم این آقایون رو عنوان فاسد داره میاره، متو جرئت نمیکنه صدا و سیما اسمشون رو کامل بیاره، میگه آقای سیم میم، آقای سیم میم چه سعید محمدپور، آقای علی محمدپور، آقای محمد مهدی چی، آقای محمد مهدی شیخ الاسلامی، بابا اینا کلا گذاشتن سر مردم بدبخت و آدم معمولی رو بیچاره کردن، امام رضا رو که جای خودش داره 18 نفر تو فرجام پدرشون رو درآوردن، اون آقای که اون بدبخت بیچاره آقای سبت خدمتون که تو بانک ملک گلدری مار اون بود، آقای موحدی، اون آقای موحدی رو بدبخت میشه، هنوز ملک مال اونه، هنوز سند به نام اونه، ملکی رو گرفتن فروختن بدبختش کردن رفت فراریش دادن به آلمان، نمیدونم کجا این برابر آسو پاسش کردن که اینجا بتونن به راحتی هر غلطی دلشون خواست بکنه. آقا تو رو خدا به جای اینکه اون
برای این آدمای معمولی زندانی ببرید، به این آقای مهدی شیخ الاسلام بگیرید، به این آقای محمدپور پیداش کنید، بگید سعید محمدپور که الان ممنون خروجش کردی، خب چرا نمیگیرینش؟ خب برای چی ممنون خروجش کردی؟ برای اینکه به فسادش اعتماد پیدا کردی میگه، خب بگیرینش، چرا نمیگیرید؟ اون مثل داشش فرار کنه بره، خب اینم بگیرید دیگه بابا، اون بدبختی فدا دادن سعید محمدپور برادر سعید محمدپور برادر علی محمدپور در پیوند با همین دزدی از در واقع دزدی که چه عرض کنم کار چاقونی پول های به اصطلاح گم شده که یه بار دیگه بعدن ازتون خواهش میکنم رقم دقیقش رو باز بگین که باز یادآوری بشه برای مردم، پول های به اصطلاح گم شده آستان قدس رو میارن و بخشش رو میدن مثلا معدن ربات و مثلا یا میدن به معادن دیگه. آی پالیزدار، دو نفر هستن که شما اسم بردین، یکی رزم حسینی رو که من اشاره کردم وزیر سمت بود و فلان، این اصلا کرمانی است و بعد میشه استاندار خراسان، این عکسش با قاسم سلیمانی و بعد اون آدم دیگه ای که فرمودین که با قاسم سلیمانی باز اکبر پوریانی. ببینین من هیچ کاری ندارم که اصلا با قاسم سلیمانی اینا همکاسه بودن نبودن، قاسم سلیمانی خبر داشتن نشته، چون خون با خونهشون میرفته خونهشون اکس همال خونه است، رفت آمد داشته فلان داشته اینا و اصلا چه کرده با پولای مردم خود قاسم سلیمانی چه کرده که یک نمونه شو شما فرمودین که آخرین پولی که آخرین روزهای دولت احمدی نژاد بود چند میلیون دلار داد دست آقای بقایی که از کشور بفرسته برای خارج کنه، بفرسته برای حزب الله، بقایی نفرستاد و همون پول 16 میلیون دلار مثل این که 20 میلیون دلار همون پول رو فرستادن به برزیل تو حساب آشنایی بستگانشون و همون پول احمدی نژاد همین الان داره خرج میکنه. من اشکالی به این چیزا ندارم، از اینا بگذریم، میگم فرصتمون هم کم، فقط خواهش من بفرمایید اکبر پوریانی در ارتباط با گلگوهر یا گوهر زمین این چه کرده چه میکنه که اسمش رو آوردین؟ خواهش میکنم. آقای اکبر پوریانی مدیر عامل گوهر زمینه و همه فسادهایی که من گفتم، همین پولی که تو 9 ماه گذشته یعنی تا آخر فروردین 9 ماه 1700 میلیارد تومان این 9 ماه پول دادن به کسی که اصلا این سنگ آهن ها رو برمی‌داره از مردم 250 می‌خره میاره میده به اونا بین 1415 تا 1700، یعنی 6 7 برابر قیمت 8 برابر قیمت میده به اون کارخونه رو میده به شرکت گوهر زمین. گوهر زمین چیکار میکنه این پولو؟ این دوباره مجددا سیرمونی ندارن، مجددا صادرات این محصول بعد از اینکه فرآوریش اونجا انجام میشه مجددا میدن به اینها، میگن به هر قیمتی که توانستید. آقا به هر قیمتی که توانستید چیه؟ این چه قراردادیه با این آقا بستی؟ به هر قیمتی یعنی چی؟ مگه تو قیمت روز جهانی رو نداری؟ یه چیز مثل طلای جهانی میمونه سر گوهر، قیمت لحظه به لحظه مشخص میشه تو سامانه، به هر قیمت جهان، به هر قیمت توانستید یه معنا نداره. این به این شکل میان با این قراردادا، از تو خرید یه جور میخورن، از تو فروش یه جور میخورن. اخیراً مجددا 110 میلیارد تومان مجددا به سبب بابت همین سنگ آهن گوهرزن، همینجوری عددها پی در پی داره با اینا بسته میشه. و من خبر دارم که اخیراً هم آقای مخبر تلاش داره میکنه که این آقای ناصر تقیزو داره برداره از دولت، و هم این که از سبب سیستم های امنیتی دنبال گرفتن این آقا هستن، این آقا هم داره دست پا میزنه که این برانور میکنه که بتونه خودش رو حفظ میکنه. من در خواهش میکنم تیر خلاص بزنید آقا رو برش دارید، این آقا من دیگه چهرهش بیشتر از این نمیتونم برای مردم باز کنم، دیگه هرچی که میدونستم گفتم، خودتون که ده برابر اینو میدونید که این آقا رو ورش دارید، این آقای تقیزدار برش دارید. یکی از عواملی که میتونه آقای محمدپور رو روش بداله اون فرا که از برف بوده که داداش سعید محمدپور رو بگیر. بابا اینا همه دوره دارن خون مردم رو میمیکن، از اون بار هم از زنبال بیت المال میمیکن، هم از این طرف میان مردم رو رها نمی کنن. یا اینقدر آدم های حریص هستن به مال مردم، ولکن مال مردم نیستن، میان اون بر تو فرجام عرض کردن 18 تا خانواده رو بیچاره کردن، ملک رو فروختن، ترم تموم شده، اون ملک فروختش تموم شده رفته، باز دوباره رفتن تو سند همین به نامشون با یه قلابی قلابی بین خودشون دوباره همین سعید خطیبور کنان زندانه. آقای پالیسا عوض میخوام، آقای پالیزاد، ناصر تقی‌زاده مدیر عامل چادر ملو و علی محمدپور
چی کاره معدن سنگ آهن رباته؟ ناصر تقیبون مدیر عامل شادرم معلوم و همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت گوهرزنی، بزرگترین معدن سنگ آهن ایران، و آقای علی محمد پور صاحب شرکت اصل پویا که در واقع هم معدن ربات، البته به نام خانم سمیه جورخانیه، ولی واقعیتش اینه که مال اینه. این فقط هی اسامی مختلف استفاده میکنه که ردشو گم کنه. خب اینا خود سیستم میدونه، من دارم میگم، من یه بار دیگه میگم که بابا اینا خسته بشن ول نکنن، اینا رو برن دنبالش بگیرن، پدر همشون در بیارن اموال بگیرن. آقای بالزار دو دقیقه وقت داریم، این دو دقیقه خواهش میکنم یه بار فقط بگین که این پول های به اصطلاح گم شده آستان قدس که در این ماجرای معادنی که صحبت کردین و دیگه توضیح من نمیدم خرج شده، داده شده و بخشش هم رفته بیرون، این پول ها چقدر، مبلغش چقدره؟ اخیرا یا قبلا چند صد؟ نه در مجموع، در مجموع، در همین گزارش که شما فرمودید. و توی اینجا ما دو تا قرارداد شده دادیم که خدمتتون فرستادم، قرارداد شده 60 میلیون دلاری و 232 میلیون درهمی، دو تا قرارداد اینجوریش، قراردادش دست اون اومده، ولی به شما خبر دارم که خیلی بیشتر. اون قرارداد مال چه سالی بوده؟ مال سال 91، عرض کردم سال 91، یعنی الان میشه همون که فرمودین چند صد میلیون دلار میشه. بله بچه، عدد خیلی بزرگ شده توی چند ساله. 28/10/91 این پول داده شده، این قرارداد بسته شده و این پول داده شده. و تاجی حراتی الان کجاست؟ تاجی حراتی که این پولا رو گرفته بخشش، تاجی حراتی به اصطلاح الان رفته اون بر و ولی خب با اسامی مختلف با میاد ایران رو صحبت میکنه و امکانی گرفتن اینها خیلی ساده است. اینا همونجوری که اخویش ممنون خروج، اخوی علی محمد پور ممنون خروج، اینا همشون ممنون خروج. خب اینو بهش رسیدین، خب اینا رو بگیرین بذار اونا لامصبا رو بکشین. ممنون خروج یعنی چی؟ یعنی مثلا یعنی آقا ما شک داریم به شما تو این دوزی ها، شما قاطی این فعلا ممنون. نه پس چجوری خارج میشن از کشور؟ من میگم که یک سری آدمایی هستن که اینا رو از طریق فرودگاه پیام خارج میکنن، از طریق فرودگاه‌هایم میارنشون، از طریق فرودگاه‌هایم خارجشون میکنن که سیستم‌های وزارت اطلاعات دسترسی بهشون نداشته باشه، نتونن پلیس سیستم نیرو انتظامی پیداشون کنه. وزارت اطلاعات به فرودگاه پیام، به فرودگاه پیام دسترسی ندارن نهادهای نظارت، به پیام دسترسی نداره متاسفانه. من بهشون گفتم چرا نمیرین اونجا بگیرینشون، شما که میدونید، و میگن دسترسی نداریم ما. کیا دسترسی دارن به فرودگاه پیام که نمیدونم، والله من جرئت نمی‌کنم اسمشون رو بیارم. آن جرات نمی‌کنی اسمشون رو بیاری؟ نه خب خوش میدونم، حتی آدمی هم که تو اون سیستم هستش هم میشناسن چیه، یه بارم بازداشتش کردن، ولی انقدر بالاخره پوست کلفت. ببینین فرودگاه پیام، من فقط میگم که فرودگاه پیام دوزاری من افتاد که میگم برای بینندگان، با شما خداحافظی میکنم، ولی میگم تکرار میکنم برای بینندگان عزیز. آقای پالیزدار قربونتون برم، شبتون بخیر، امیدوارم باز در خدمتتون باشیم. ممنونم ازتون. خب من با تکرار میکنم، رضا مقدم معاون مدیر کل پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه که در واقع فرودگاه پیام دستش. خب بریم پرده آخر. موسی جعفر در زندان با اون وضع فجیع و اسفبار شهید شد. امام رضا در فشار سنگین طاغوت بود، عیالواری هم سنگین بود. نامه نوشت به علی بن ابی حمزه بتانی که وکیل امام موسی جعفر بود در بصره، بصره عراق کنونی. نامه نوشت بهش که آقا این پولایی که از دست مردم شیعیان گرفته ای خمس از مال من امام رضا است به نص قرآن کریم، پولا را بده بیاره. این در جواب حضرت نامه نوشت که بابای شما در زندان شهید شد و شما مدینه بودی، من میترسم پولا بدم به شما بعد برادرت بیاد بگید امام منم به من بده، من چی جواب بدم؟ آقا در جوابش نامه نوشت ما نکنی حرفا را، پولا را بده بیاره. باطل قصه این بود که بهانه را می آورد که این پولا نده. طلا مثقال چنده؟ 25 میلیون مثقال طلا خمس از امام رضا پروین جونور بود. دید اگر بخواد امامت امام رضا رو قبول کنه پولا رو باید بده. گفت واسه تو امام نیستی. امامت رو انکار کرد. پولای خوردن از امام. شب و روزگار خوش.